آقای سعید، اصلا فکر میکردید این اتفاق بیفته یک روز تهران سفارت افغانستان رو تحویل طالبان بده، اونم با این وضع که الان به حال یه جورایی ارتباط تهران با مقاومت هم قطع نشده، شرطهایی که برای طالب گذاشتن هیچ کدام را اصلا طالبا عمل بهش نکردن، مثلا گفتن حکومت هم شمول باشه، اقوام هم شراکت داشته باشن، از جمله همین بحث خود بچه های مقاومت رو مطرح کرده بودن، اصلا ملاقاتی که در نشست تهران بین احمد مسعود و امین خان متقین فراهم کردن برای آماده کردن این وضعیت بود. این اتفاقی که افتاده به معنی اینه که تهران به یک سمت قش کرده. واقعا چه اتفاقی داره میفته آقای فرید؟ نظر شما چیه؟ والا آقای جعفریان، من اینجا میفهمی که معمولا که ما با شما میایم میخوایم چیزایی رو در میان بگذارم، خدا شاهد از بدون هیچ تعارفی و قصد هیچ مسابقه و مصاحبه ای هم نداریم. و من فکر میکنم با عنوان یک کسی که از شیراز هستم، شما از مشهد، یا شما از تهران، من از اصفهان، با لهجه های متفاوتی، فقط با این حس تعلق ما همیشه به این برنامه یا طرز و دید و باور و اعتقاد ما به اون تعهدات ایران شهری همی هست. یعنی وقتی که شما خودتان به یک خطه، به یک سرزمین با حفظ احترام و مرزهای سیاسی، ولی وقتی که با اون عظمت کلان فرهنگی خودتان وابسته میدانین، متعلق میدانین به اون ایران کلان پهناور، خب از خود بپرسیم که میتونین همچین یک تصوری بکنین. مثلا اگر ما ایره با یک پرسش دیگه همینطوری خدا نخواسته باشم روزی به با اونجا برسیم، شما تصور بکنید که ما حکومت در کابل داشته باشیم و با سفارت اسرائیل در کابل باز بکنیم بدون از اینکه با مراودات منطقه‌ای، قومی، نژادی، فرهنگی و زبان مشترک و حسدها و چه مشترک دیگه فکر بکنیم، با بدون هیچ اعتقاد به این حقش ها یک بار بیواکانه بریم یک تصمیم عجیب و غریب بگیریم. ما شخص و خودم، همکاران ما و جوانان هوادار حوزه جبهه مقاومت ملی، خدا شاهد است هیچ کدام ما این باور نداشتیم و هنوز که هنوز هستی باور نداریم. مگر به ما کمی اجازه داده شود، ما دو سه تا نکته را میخوام اینجا در میان بگذارم با حفظ تمام احترام و ارزش های مشترکی که داریم. ما در ایران و در کشورهای دوربر ما خوب طبیعی است، میتونیم تصور بکنیم که چند گروه های سیاسی را داریم که یکی در برابر دیگر خوب هستند، درگیر هستند، در بیرون هم داریم و یک تفاوت هایی در داخل هم داریم در منطقه که بیشتر. در ایرانی که در جمهوری اسلامی ایرانی که امروز زعامت سیاسی یک ایران بزرگ به دست داره، خب از 20 سال به این طرف حضور آمریکایی ها در کشور ما بود، به هر دلیلی کنجا آمدن، ناملایمتی ها، ناهمسویی ها، ناگواری های صورت گرفت و به احتمال بیشتر که باور ما همی هست از حضور آمریکایی ها در منطقه به شمول جمهوری اسلامی ایران، کشورهای منطقه‌ای راضی نبودند و به احتمال بیشتر از مخالفین که گویا طالب ها باشند حمایت صورت گرفت، آمریکایی ها به نحوه کشور برند. این بامو استعلایی که بیشتر وارد ادبیات امروز سیاسی ما هست، خب اینا نظامی ها هستند، اینایی که در میدان می جنگند، خب از اینا که نمیشه چنین انتظاری هم داشت. خب جنگیدن، طرف مقابل هم آمریکایی‌ها بود و با آمریکایی‌ها قطعا خطا روشن هست و دشمن بودن و حکومتی هم کنجا بود، یک حکومتی بود که بیشتر بر طبل آمریکایی میکوبید و اون زعمای هم که حاکم بودن اگر آمریکایی بودن خوب، اگر نبودن مورد حمایت و اعتنا و اعتبار کشور نبودن. ولی آنچه که امروز صورت میگیره از یک دستگاهی صورت میگیره که شما در حال سیاست رو تعریف میکنید زبان یک کشور، مثلا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، وزارت خارجه معمولا خب شما میدونید در اونجا دیپلمات ها هستن، اونجا ادبا هستن، اونجا شعرا هستن، اونجا کسانی هستن که روابط تاریخی دو کشور، دو مردم، البته یک مردم، ما به یاد دارم اون جملات معروف آقای منوچهر متکی را که قطعا باور دارم که نرفا حرفای ظاهری نبودن، میگفت که کابل و دوشنبه پاره تن ماست. اگر چنین چیزی واقعا در دورنمای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بوده، من میپرسم چطوری پاره تن ما اجازه میده که امروز در سفارت ما در تهران یک مش تروریست به جای ما بیاید نمایندگی بکنه؟ یا اگر بپرسیم از برادران ما در جمهوری اسلامی در وزارت امور خارجه از شخص آقای عبدالاحیان، شما فراموش کردین 8 دیپلمات، یک خبرنگار در مزار شریف در سال 98 توسط همین طالبان کشته شدن. به چه جرمی کشته شدن؟ به خاطر چی کشته شدن؟ تقصیر اونا چی بود؟ شما امروز چطوری از اونا انتقام میگیرید؟ برای یک مش تروریست سفارت ما را تحویل میدید؟ 4 میلیون مهاجر نزدیک و 4 میلیون، حالا شما فرض بکنید 3 میلیون تا 4 میلیون مهاجری که از ما اونجا هستن، اینا را شما وادار میسازید که با یک مش تروریست در سفارت ها و در کنسولگری های ما مراجعه بکنه، اینا را تحت فشار قرار میدید که در دهکده ها، در روستاها، در استان های خودشان
طالب به خودشان، به پدرانشان، به کودکانشان مشروعیت بدن. شما اونا را تحت شرایط وقت قرار میدن به خاطر داشتن یک شناسنامه، یک گذرنامه، یک نکاحت، یک مجرداتی که در سفارت کنسولگری ضرورت داشته باشن، تا قریه و کشلاق و دهکدهشان تحت فشار قرار میدن. شما با این رفتاری که در وزارت خارجه این روز حاکم هست، با دورنماهای تاریخی و میراث فرهنگی و زبان مشترک، با اون پاره تن و تهرانی که مباورم همیست، تهران و شیراز و دوشنبه و بلخ و غزنی، اینا جایگاه و پایگاه مولانا و سعدی و حافظ هستن. شما جایگاه و پایگاه مولانا و سعدی رو میگیرین تحویل یک مشت ملیشه های آمریکایی میکنین. خب شما همینطوری پیش برین، به هر حاشیه که برین سرهم کرده برین، آقای جعفریان چطوری میتونین این کشور همزبان، کشور برادر، کشوری که خدا شاهد از سال 2009 وقتی که من از زاهدان به سمت تهران می آمدم احساس نمی کردم که من از کابل بیرون شدم، احساس نمی کردم که من از هلمند بیرون شدم. با تمام احترام به مرزهای سیاسی و جغرافیای سیاسی و تساممی که در حکومت ها و قوانینی که حاکم هست، ولی شما چیزی به نام همدیگری در کشورها دارین؟ شما چیزی به نام فرهنگ مشترک در بین این منطقه دارین؟ شما می بینین ترک ها با تمام احترامی که دارن حق مسلم هر کشور و هر مردم و هر زبان و هر قومی هستن. شما میبینید مراودات بسیار نیک بین کشورهای ترکی را، شما میبینید مراودات بسیار نیک بین کشورهای عربی را، شما مراودات بسیار خوب نیک میبینید به همین بین کشورهای دیگه که زبان مشترک و فرهنگ مشترک دارن. خب ما هم انتظار داریم که امروز که ما از بدی حادثه به پناه آورده ایم، آمده ایم و وضعیت بسیار بد ناگوار در کشور ما حاکم شدن، کشور برادر، دوست و همزبان، بنا به عمود تعهداتی که خودشان داشتن که یک حکومت همشمول، یک نظام جمهوری و یک ساختاری که متشکل از اقوام، گروه ها و باورهای مختلف این سرزمین باشه و تشکیل شد، آیا چنین چیزی شکل گرفت؟ آیا طالبان به اون ارزش ها پابند بودن؟ شما امروز با 4 میلیون، نزدیک به 4 میلیون زن و دختر خراسان افغانستان چه پاسخ دارید؟ بیشتر از تقریبا نزدیک به 2 سال شد که مکتب نمیرن، دانشگاه نمیرن، حضورشان در مجالس عمومی در حکومت تحریم شده است و کل دنیا به شمول پاکستان داره اعتراف میکنه، اذعان میکنه که این فرهنگ، این قبیله گرایی و این ساختار واجد برای حکومتداری و زعامت سیاسی نیست. ولی شما هیچ چیزی رو در نظر نمیگیرین، برای همین مشت تروریست میان سفارت باز میکنن. آخه این که درست نیست. همونایی که حامی طالبا بودن، کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی، همه دیپلماتاشون از کابل بیرون کردن، ترکا بیرون کردن، ولی شما دارین اونجا عملا حضور دارین و مضاف به اینکه حضور دارین، خب دیپلماتای یک مشت تروریست به تهران میخواین و اونا را آیستا آیستا دارین مشروعیت میدین و به همین ترتیب گام هایی به رسمیت بشناختن طالبا را میبردارین. خب من چطور میتونم به عنوان یک کسی که ادعای بالا بلند ایران شهری دارم باور بکنم، اعتقاد داشته باشم که کشور همسایه و همزبان من، چه فرقی بین دوشنبه و تهران است؟ شما فرض بکنید این کار دوشنبه داشته باشه بکنه. خب این یک بی‌اعتنایی بسیار کلان در برابر مردم ما، در برابر جبهه مقاومت، در برابر خون شهدا است. آنچه شما از گفته های مشترک حاجی قاسم سلیمانی و احمد شاه مسعود قهرمان ملی یاد میکردین، آیا واقعا به اون تعهد دارین؟ و خون اون شهدایی که رفتن آیا دروغی بودن؟ گیم بازی میکردن؟ ربات بودن؟ برای چی ارزشی شهید شدن؟ آمریکا 20 سال در این منطقه بود، ما را مورد اعتماد خودش قرار نداد. شما آقای جعفریان میدونین بیشتر از ما در فضای ما دخیل بودین. در انتخابات 2004، 9، 14، 19 ما انتخابات ها رو بردیم. چرا آمریکا نگذاشتن که ما رئیس جمهور و زعیم مملکت شدیم؟ به خاطر که ما مورد اعتماد اونا نبودیم. چرا مورد اعتماد اونا نبودیم؟ ما داشتیم خزینه ایران شهری بودن میپرداختیم. ما خزینه گویش فارسی و زبان فارسی رو پرداختیم. ما خزینه یک فرهنگ مشترک در این منطقه پرداختیم. ما خزینه ارزش‌های بومی، حس مسئولیتی که داشتیم پرداختیم که ما نمی‌تونستیم یک تجاوز بیرونی رو اینجا تحمل بکنیم، قبول بکنیم و اجازه بدیم مساق ما موشک پرتاب بکنیم به شهر تهران. اینا طرف مقابل می‌فهمید که به ما اعتماد نکردن. و جای ما کسای دیگر آوردن و سرنوشت ما رو امروز شما می‌بینید. اینا دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی ایران خوبتر از ما درک می‌کنه. در روز تألیف آقای دکتر عبدالله نماینده جمهوری اسلامی ایران اونجا بودن. اونا خوب می‌فهمن خلیلزاد ما رو چگونه تهدید می‌کرد. یعنی هیچ کدام اینا در 20 سال فاشیسم حاکم، آمریکایی‌ها ما رو جاسوس ایران، شاعر ما رو جاسوس ایران گفتن، گزارشگر ما رو جاسوس ایران گفتن، هنرمند ما رو جاسوس ایران گفتن. هر کدام ما که با پاس تعهد به ارزش‌های خراسانی، ایرانی، فارسی حرف زدیم از دانشگاه، از شعر، از ادبیات، ما رو گفتن شما جاسوس ایران هستید. یعنی واقعا نشنیدین چی هزینه می‌پردازین؟ چطوری امروز با کسایی که ما جاسوس ایران گفتن، یک عمر ما رو کشتن، توده توده ما رو زیر خاک کردن، امروز همونا حاکم کشور و سرنوشت ما میشن و شما زعامت نزدیک به 37 میلیون انسان به دست یک مشت تروریست میسپارید؟ خب این درست نیست. اگر کمی با جسارت بگوییم گناه داره، این قباحت داره، این برای دورنمای ملت ها خیلی دردسر سازه، خیلی حاصل ایجاد میکنه. شما خود ایجاد میکنید، ملت ها رو با هم میجنگانید، دردسر دور میکنید، ملت های با هم برادر، از یک خون و پاره تن با 10 تا قوم در اونجا درگیر بودیم به خاطر ایرانی شهر بودن، به خاطر اینکه ما فرهنگ مشترک، زبان مشترک داریم. یعنی برای شما چه ارزشی نداشت این همه
نه تنها شخص من، هیچ کسی از ما انتظار چنین چیزی نداشت. برعکس ما انتظار چیزی داشتیم که اگر کشورهای دیگی در منطقه که بیشتر باور ما امیش که پاکستان اگر به این سمت سو میره، ما از ایران کمک بخوایم در جهت بقای خود ما، بقای ارزش های ما، بقای مردم ما تا طالب به رسمیت شناخته نشود. ولی بسیار زیاد قلبا نه ما بلکه مردم ما، تمام هواداران جبهه مقاومت قلبای مردم ما را جریح هدف ساختین با این کاری که متاسفانه اونم در دستگاه سیاسی، در دستگاه کسانی که زبان دیپلماسی را میفهمند، فهم این مملکت و این جامعه و این فرهنگ و این باورها و اعتقادات دارند.